بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. هی گایز، میں نے اپنے انسٹاگرام پہ دو پوسٹرز ڈالی جس میں میں ایک وومنیا کنڈم استعمال کرنے کا کھلے عام پرچار کر رہی ہوں. دوستان نهایت عزیز، ای هنر پیشه ای هندی که در سینمای بالی وود از شهرت خاص برخوردار است، میگه که امی مسلمان ها وقتی میگن سخت جنین، یعنی طفل خود را کسی اگر یک مادر سخت بکند بیش از حد گناه دارد و این کار را نباید بکند چون قاتل گفته میشه. ولی برای ازی که جلوگیری بکند ازی که طفل بیارد، مثلا از کاندوم استفاده میکنند. چرا دین اسلام مخالف ازی گپ است؟ یک شخص، یک خانواده نمیتواند که بیشتر از 8 یا 10 اولاد بیاره و با تعلیم و تربیه اونا برسد؟ بنان جلوگیری باید بکند. چرا دین اسلام خلاف از این کار است؟ چرا مانع میشه که از کاندوم استفاده بکنند اشخاص؟ به همین شکل یک جوان هندوی سوال را از آقای نایک پرسان میکنه. میگه ای که در دین شما، در اسلام، سخت کردن طفل بسیار کار ناروا است و بسیار گناه بزرگ است، پس چرا جلوگیری از این کار منع است؟ یعنی چرا نمیتواند یک مسلمان از محصولات مانند کاندوم و اینا استفاده بکند برای جلوگیری از طفل آوردن؟ در این راه بیش سیاه خود را سفید کردیم. اشهدو الله ویت آن هیز مبتلا به شرک هستم. در تاجیکستان بر سر I'm giving you a chance to speak, sister, speak. دکتر صاحب زاکر نایک دم میکروفون میآید و سوال برادر را دوباره تکرار میکنه. میگه سوال خوبی کردند و میگه در اسلام به خاطر از این سقط طفل حرام است، یعنی گناه زیاد دارد، که بیشتر مردم به خاطر از این که طفلشان دختر میباشند تصمیم میگیرند که او را سقط بکنند و همی یک بهانه میشه و میگن که ما با تعلیم و تربیه از این رسیدگی نمیتوانیم، ما چند اطفال و چند اولاد دیگه هم داریم، بنابراین ما تصمیم گرفتیم که طفل را به دنیا نیاریم. بنابراین اینجا یک راه دیگه هم هست. مثلا اگر جان مادرش در خطر باشه یا تکلیف قلبی داشته باشه یا امی طفل آوردن باعث مرگ از او شود و دکترها اجازه نده که کار نشه، یعنی بگوید که اگر طفل به دنیا بیارد مادرش از بین می رود، بنابراین در او حالت اسلام اجازه داده که طفل را سقط بکند. اینا غلطه کیا پروتکشن می سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسپٹیو والا اڑے کہنے میں سب کا سوال ہے کہ ابارشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ابارشن کرنا اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے، بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے، لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابارشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے، تو اس وقت ابارشن کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس، چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے، تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے، بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے، تو اگر والدہ کی جان خطرے میں اس وقت ہی ابارشن کی اجازت ہے، لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروڈکشن کا سوال ہے، بہ ہمیں خاطر است کہ در اسلام اجازه است بہ خاطر ازی کہ نقصان بزرگ، یعنی یک تاوان بزرگ را صورت بگیرد، برای جلوگیری از او امی تاوان کوچک را باید پرداخت، یعنی قبل ازی کہ جان مادرش از دست برود، بنان ای کہ طفلش از دست برود تاوان کمی است. دکتر صاحب زاکر نایک میگه کہ سوال بعدی تو نی است کہ بہ خاطر ای کہ طفل نیاریم جلوگیری بکنیم، از محصولات مانند کاندوم اینا استفاده بکنیم. در مورد ازی ما قبلا صحبت کردیم، یک تقریر داشتیم که قرآن در مقابل ساینس مدرن، میتونی که او را بشنوی، اما اینجا من خلاصه شبرتان میگم. در این سوال دو اختلاف است، یعنی اگر کسی چیزها و محصولات دائمی را استفاده میکنند، مثلا پیچکاری میکنند یا مثلا دوام میمانند به شکل طویل مدت، و طریقه دومش که است همی چیزها و محصولات را که استفاده میکنی به شکل موقت است، مانند کاندوم و بعض مواد های دیگر. لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروڈکشن کا سوال ہے، جہاں تک کہ کانٹرسیپشن کا سوال ہے، تو عام طور پہ آپ کو اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میرے تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں. اس کے اندر دو رائے ہے. سب علماء یہ مانتے ہیں کہ پرماننٹ میتھڈ ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی، پلز لینا بالکل غلط ہے. اختلاف ہے ٹیمپرری میتھڈ پہ، چاہے کانڈوم ہو، لیکن جب آپ ٹیمپرری میتھڈ استعمال کرتے کاپر ٹی، اس کے اندر بھی دا زائیگوٹ ہیز فارمڈ، بچہ پیدا ہو چکا ہوتا، اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابارشن ہے کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسک دینے والا ہے،
تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسپشن استعمال دکتر صاحب زاکر نایک میگه که استفاده از کاندوم و این محصولات هم به نظر ما یک گناه بزرگی است به خاطری که جلوگیری میشه به خاطر طفل آوردن. میگه وقتی که خداوند متعال خودش یک بشر را میخواهد خلق بکند، بنابراین خودت کی هستی که تصمیم میگیری تویی که او را به دنیا نیاری یا پلان و برنامه سازی بکنی سرش؟ به خاطری که خداوند متعال خودش را در ذمه گرفته، در گردن گرفته که سرپرستی و نفقه اش به دست خداوند متعال است. دکتر صاحب زاکر نایک ام مسئله اولی را باز یاد میکنه، میگه اگر ای که به مادرش کدام ضرر داشته باشد، طفل آوردن یا حمله قلبی بالایش بیاد یا مشکلاتی بیاد که جانش از دست برود، بنان استفاده کردن این کاندوم و محصولات دیگر وقت مشکل ندارد. دکتر صاحب زاکر نایک میگه اگر به شکل عمومی و به شکل عام اگر این کار را میکند و میخواهد که طفلشان زیاد نشه و میگند کی به نفقه زیر رسیدگی میتونه، کی به تعلیم و تربیت زیر رسیدگی میتونه، بنان در او حالت جایز نیست. خودم مثال میتم، میگه من اولاد پنجمی خانواده خود هستم. اگر او وقت خانواده ما تصمیم می گرفت که سه اولاد به دنیا بیارد، بنان ما حالا اینجا روی استیج نمی بودم. دکتر صاحب زاکر نایک میگه آیا قضاوت به دست شما که ما حالا به جامعه مؤثر تمام میشم یا ای که مضر؟ ما قبلا دکتر بودم و فعلا هم دکتر هستم که در جامعه بسیار یک امر ضروری است دکتر بودن، و میگه که من دکتری را به خاطر از این فعلا رها کردم که حق اولیت به دین اسلام دادم و دیدم که در دین اسلام مبلغ بزرگ هستند بسیار کم، ولی ضرورت دیدم که خودم هم همین پیشه را پیش ببرم و تبلیغ دین اسلام را بکنم. دکتر صاحب زاکر نایک از قرآن مجید مرجع میته، میگه خداوند متعال در قرآن شریف به صراحت ارشاد فرموده است در سوره فصولات که بهترین کس او شخصی است که مردم را به سوی الله دعوت میکنه و اعمال نیک را انجام میده و همیشه خدا را یاد میکنه. بنابراین ما بهترین پیشه و شغلی که دعوت و تبلیغ دین اسلام است ای را پیشه کردیم. بنابراین ما مؤثر به جامعه تمام شدیم و خودم هم تصمیم ندارم که پلان فامیلی بکنم و ای که تصمیم بگیرم که اولاد زیاد نیارم، به خاطری که تمامش به دست خداوند متعال است و تمامش هم به دست حضور ها میکنم. دکتر صاحب زاکر نایک یک آیت دیگر هم از قرآن مجید مرجع میته، خداوند متعال در سوره انعام به صراحت ارشاد می‌فرماید، ترجمه و مفهوم، که شما اطفال و اولادتان را قتل نکنید به خاطری که الله متعال شما را و اولادایتان را پرورش میده. دکتر صاحب زاکر نایک پاسخ خود را تمام کرد و به ای برادر گفت که اگر میخواهی که با جزئیات این مسئله را بشنوی، امو تاپیک را که ما رویش صحبت کردیم، قرآن و ساینس مدرن، میتونی که او تقریر ما را بشنوی تا آخر تمام موضوعات را انشالله که درک میکنی. دوستان عزیز، نظریات شما در این رابطه چیست؟ حتما در قسمت کامنت بنویسید، ویدیوهای ما را لایک کنید و کانال را این خورا حتما سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، الله متعال حافظ و نگهدار همه ما باشد.